فیلم و سریال توی خرداد چی میاد؟ میخواییم بهتون بگیم که فیلم و سریال توی خرداد چی میاد، کی پخش میشه، از کجا پخش میشه، که قشنگ برید تو کار دانلودشون. چیزای خوبم کم نداریم، از فصل چهارم استرنجر تینگز بگیرین تا سریال میس مارول و یه فیلم باحالم از آدام سندلر و چند تا فیلم و سریال دیگه هم میخواییم بهتون معرفی کنیم. اینم بگم که تمام بخشای ویدیو چپتر بندی شدن، که یعنی میتونین توی توضیحات ویدیو روی هر بخشی که میخواین کلیک کنید تا برای معرفی سریالایی که از گذشته معرفی میشن اسپویل نشین، خدایی نکرده. همراهمون باشین تا آخر. قبل اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم، یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستین که اونا هم در جریان فیلم و سریالای خرداد قرار بگیرن. در ضمن کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید. I love this game. I live this game. فیلم هاستل 20 خرداد یا 10 ژوئن از نتفلیکس. فیلم زرنگبازی درام ورزشی با بازی آدام سندلر، کوین لاتیفا و بن فاستره که حول محور پیشانگ حرفه‌ای بسکتبال به اسم استنلی برن میچرخه. استنلی بعد اینکه از محل کارش اخراج میشه، برای اولین بار اونم بعد یه مدت طولانی پر از انگیزه و هیجان میشه. میپرسین چرا؟ چون خیلی ناگهانی یه بازیکن اسپانیایی به اسم بوکوروزو پیدا میکنه که توی یه پارکی تو مادرید داره بازی میکنه. استنلی که حالا یه هدف جدید پیدا کرده، مأموریت خودش میدونه که برو برای مسابقات NBA آماده کنه، چون باور داره که جفتشون میتونن به این هدف برسن. Hello again. فیلم اسپایدر هد 27 خرداد یا 17 ژوئن از نتفلیکس. اسپایدر هد یا همون فرار از اسپایدر هد، سبکش با مورد قبلی فرق میکنه و یه ژانر علمی تخیلی با چاشنی دلهره‌آور و هیجانی داره، برخلاف قبلی که یه درام ورزشی بود. کریس همسورث، مایلز تلر و جرنی اسمالت بازیگرای اصلی این فیلم حساب میشن. داستان توی آینده نزدیک جریان داره که به مجرما این فرصت داده میشه که به عنوان سوژه های پزشکی داوطلب بشن، به این امید که دوره محکومیتشون کوتاه بشه. همین حین یه زندانی متوجه میشه که قراره برای داروی جدیدی که میتونه احساسات عاشقانه ایجاد کنه آزمایش بشه. همین اتفاق منجر به این میشه که اون واقعیت احساسات خودش رو زیر سوال ببره و بیفته دنبال پیدا کردن حقیقت. فیلم چاچاری اسموت 27 خرداد یا 17 ژوئن از اپل تی وی پلاس. کوپر رایف که توی این فیلم در قالب نقش اندرو ظاهر شده، مرد جوونیه که به عنوان میزبان آیین مراسم یهودی بر میتسوا و بت میتسوا فعالیت میکنه. اندرو توی همین بحبوحه با زن جوونی به اسم دامینو با بازی داکوتا جانسون و دخترش که اختلال اوتیسم داره آشنا میشه و یه ارتباط دوستانه ای رو به اون شکل میده. فیلم چاچاریل سموث یه اثر درام و کمدیه که خود کوپر رایف اونو کارگردانی کرده و فیلمنامه‌ش هم خودش نوشته. فیلم فادرز 2 10 خرداد یا 31 می. آره درسته، این فیلم چند وقت پیش اکران شد و جزو اکرانی‌های ماه خرداد نیست، اما 10 خرداد قراره به صورت دیجیتالی منتشر بشه که ما هم بتونیم اون موقع تماشا کنیم. با بازیگرایی که این فیلم داره نمیشد ازش گذشت: مارک والبرگ، جکی ویور و مل گیبسون و کسای دیگه. پدر استو که یه فیلم درام و بیوگرافیکیه، داستان زندگی واقعی پدر استوارت لانگ رو به ما نشون میده که یه بوکسور قدیمی بوده و حالا به کشیش تبدیل شده. کسی که الهام بخش آدمای خیلی زیادی بوده و نشون داده که همه میتونن مثل اون از آدمی که در حال نابودی و آسیب زدن به خودش بوده به رستگاری برسن و زندگی خوبی داشته باشن. فصل چهارم سریال استرنجر ثینگز 6 خرداد یا 27 می از نتفلیکس.
اگه فصله قبلی سریال اتفاقات عجیب رو نگاه نکردین، اصلا این مورد رو گوش ندین که ممکنه براتون اسپویل بشه، خدایی نکرده. اتفاقات عجیب از اون دست سریالایی که اولش رو با کلی ذوق و شوق شروع میکنیم و بدون اینکه بفهمیم به آخرش میرسیم. اونم جوری که نمیفهمیم از کجا خوردیم و حالا کی میخواد صبر کنه که سال بعد فصل جدیدش بیاد و ببینه. ولی خیالتون راحت، توی فصل جدید تمام بازیگرها و شخصیت‌های قدیمی هستن. البته به جز اونایی که دیگه بین ما نیستن و بنده خداها اگه بخوانم نمیتونن از اون دنیا بیان و اینجا بازی کنن، خدا رحمتشون کنه. داستان از این قراره که هاپر خیلی دور از خونه توی یه زمین بایر و برفی توی کامچاتکای روسیه زندونی شده و جایی که باید با خطرات انسانی و البته خطرهای دیگه روبرو بشه. توی همین حینم توی ایالات متحده کم کم داره یه وحشت جدید ظهور میکنه، چیزی که مدت خیلی زیادی دفع شده بود و چیزی که قراره همه چیزو به هم ارتباط بده. فصل سوم سریال The Boys، 13 خرداد یا 3 ژوئن، از آمازون پرایم ویدیو. آقا شما اصلا یادتونه فصل قبل چه اتفاقایی افتاد؟ من که رسماً از قسمت آخر فقط همون سکانس مبارزه و بزن بزن یادم، دیگه کلن همه چی از ذهنم پاک شده. البته خب خیلی هم عجیب نیست، چون فصل قبل حدوداً 2 سال پیش پخش شد. متاسفانه هنوز هیچ اطلاعات و خلاصه داستانی هم از فصل سوم به ما ندادن. اما به نظرتون این باعث میشه انرژی و هیجان ما واسه این فصل بیفته؟ نه والا. جوری که بوش میاد و مشخصه، قرار حداقل 2 تا شخصیت جدید به اسم کریمسن کونتس و سولجر بوی معرفی بشن که به ترتیب هم قرار این نقش ها رو لاری هولدن و جنسن آکلز بازی کنن. حالا خیلی هم نمونده، باید صبر کنیم ببینیم چه خوابی واسمون دیدن که تا الان ما رو گذاشتن توی خماری. سریال میس مارول، 18 خرداد یا 8 ژوئن، از دیزنی پلاس. طرفدارای مارول بیاین این ور بازار که بالاخره اون سریالی که خیلی منتظرش بودین داره شروع میشه. کامالا خان یا همون خانم مارول یکی از شخصیت‌های محبوب این کمپانی حساب میشه که کم کم داره از دنیای کمیک میاد بیرون. این سریال 6 تا قسمت داره و جزو فاز 4 دنیای سینمایی مارول حساب میشه. یعنی یه جورایی دارن با معرفی این شخصیت زمینه رو برای فیلم The Marvels که قرار سال 2023 پخش بشه فراهم میکنن. داستان سریال هم خب مشخصه دیگه، قرار ما توی این مجموعه با شخصیت کامالا خان آشنا بشیم و بفهمیم چی میشه که یه دختر نوجوان به یه قهرمان خیلی بزرگ به اسم خانم مارول تبدیل میشه. خانم مارول یه مینی سریاله که احتمالاً دیزنی و مارول برنامه‌ای برای ادامه دادنش ندارن و فقط میخوان که یه پیش زمینه رو برای ما فراهم کنن. فصل سوم سریال For All Mankind، 20 خرداد یا 10 ژوئن، از اپل تی وی پلاس. داستان سریال از این قراره که توی یه نسخه جایگزین از سال 1969 کل دنیا خصوصا ایالات متحده وارد یه شوک خیلی بزرگ میشه. چرا؟ چون اتحاد جماهیر شوروی موفق میشه که قبل از آمریکا انسان رو به ماه برسونه و اونا رو روی این سیاره فرود بیاره. سازمان ناسا بعد از چنین شکستی با یه چالش جدید توی مسابقه فضایی روبرو میشه که اصلا انتظارشو نداشته. حالا رقابت جنگ سرد شدت بیشتری گرفته و جاه طلبی های این دوتا کشور ابرقدرت هم بزرگتر شده. وضعیت دیگه به جایی رسیده که رقابت به جایی فراتر از حد انتظار رفته و منابع به قدری متنوع و گسترده شده که هیچ وقت تا این اندازه متنوع نبوده. چی بشه این جنگ؟ سریال اوبی وان کنوبی، 4 خرداد یا 25 می، از دیزنی پلاس. اوبی وان کنوبی که یه جدای مستر حساب میشه، قراره توی این سریال خیلی جذاب و البته مورد انتظار ماجراجویی های خودش رو به تصویر بکشه. از یه طرف حواسش به لوک اسکای واکر جوونه و از طرف دیگه هم از دست شکارچی های خیلی خوب و نابغه امپراتوری که دنبال جدای میگرده فرار میکنه.
حالا جالب اینه که همه این اتفاقات زمانی میفته که اوبی وان کنوبی توی یه سیاره دور افتاده و بیابونی به اسم تاتوین دوران تبعید خودشو داره پشت سر میذاره. اینطوری گفتن که داستان این سریال یه چیزی حدود 10 سال بعد از داستان قسمت سوم سری فیلم جنگ ستارگان یعنی انتقام سیث جریان داره. بنابراین بهتره اول اونو تماشا کرده باشین و بعد بیاین سراغ این یکی. ممنونم که ویدیو ما رو تماشا کردین. شما برای کدومی که از این فیلم‌ها یا سریال‌ها بیشتر هیجان زده هستید؟ آیا اصلا ما فیلم یا سریال یا از قلم انداختیم؟ بچه‌ها انداختیم؟ نه، خیلی. خب خدا رو شکر. بیاین تو کامنت‌ها به ما بگید و اینکه یادتون نره که کانال ما رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای جدید ما آگاه بشید. خداحافظ.